بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. برادران محترم و خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با دوام برنامه گذشته، یکی از نشانه های ارزش اخلاقی در پرتو قرآن خودداری از ظلم است، یعنی مسلمان باید ظالم نباشد، مسلمان باید عادل باشد. ظلم بسیار چیزی ناپسند است، بدور از اخلاق است. انسان مسلمانی که خود مسلمان میدانه، او باید به کسی، به عزت کسی، به آبروی کسی، به شخصیت کسی باید تجاوز نکنه. قرآن کریم میگه که وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. و همچنان الله متعال میگه و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. یعنی کی ستمگارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته یا آیات را تکذیب نموده است؟ به تردید ستمگاران رستگار نمیشوند. و دیگر قرآن کریم میگه که تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. این از حدود احکام الهی، پس از آن تجاوز نکنید. کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز میکنند، ایشان ستمگارند. این آیات نشان میده که کسی که ظلم را بر دیگران روا میداره و ظالم میشه و ظلم را بر دیگران روا میداره، این آدم دارای اخلاق پسندیده نیست. اخلاق پسندیده این را تقاضا میکنه که انسان باید ظالم نباشه، نه به خود ظلم بکنه، نه به دیگران ظلم بکنه. یکی از ارزش های اخلاقی در پرتو قرآن این است که قرآن کریم همیشه انسان را به صبر، به شکیبایی دعوت میکند و میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، صبر کنید و استادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید و از خداوند بترسید، امید است که رستگار شوید. و الله متعال میگه واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، یعنی کسانی که محسن هستند اونا صابرم می باشند. این یکی از ارزش های اخلاقی است که انسان مسلمان باید در برابر مصیبت ها، در برابر تکالیف، در برابر طاعات، در برابر معصیت، گناه ها باید صابر بمانه. متاسفانه که یک تعداد برادران و خواهران ما شما تنها فکر میکنند که صبر در برابر مصیبت است. خانه کسی در بگیره، اولاد کسی وفات بکنه، در اینجا اگر تو جز فض بکنی، اگر تو صبر بکنی یا نکنی، کدام چیزی از رو خود نمیزیر را در اختیارت نیست. اما خوبترین صبر او است که انسان به معصیت روبرو میشه. صبر اصلا حبس نفس هم میگه، نفس خود را کنترل میکنه. به معصیت روبرو میشه لیکن نفس خود را کنترل میکنه، نمیکنه اون معصیت. مثلا در مجلس نشسته، دلش میشه نفس تقاضا میکنه که غیبت بکنه لیکن کنترلش میکنه. این ارزش اخلاقی است. یا در یک مجلس طبیعتش میشه که دروغ بگه، کنترل میکنه نفس خود را، زبان خود را کنترل میکنه، دروغ نمیگه. یا در یک جا با چشم چرانی برابر میشه، چشم خود را پایین میندازه، چشم چرانی نمیکنه، صبر میکنه. یا در یک جا در رشوت برابر میشه، یک بنده دلار برش رشوت میاد که میره یک امضا بکو، نفسش کشش میکنه و روی دلار هم بسیار گرم است، لیکن این آدم صبر میکنه، کنترل میکنه نفس خود. الکیس و مندان نفسه و عمل لما بعد الموت. انسان هوشیار، زرنگ، ذهین کسی است که نفس خود کنترل میکنه و عمل لما بعد الموت میکنه. این صبر است و یک از ارزش‌های اخلاقی است. و همین رقم انسان صابره الله جل جلاله با اجر میده.
مسلمان مکلف است که هم در برابر مصیبت صبر بکنه، هم در برابر معصیت صبر بکنه و هم در برابر طاعت صبر بکنه. صبر تنها منحصر به مصیبت نیست. من اکتفا میکنم تا برنامه بعدی، شما را به خداوند بزرگ میسپارم.